در مورد اون آغاز فیلم من فکر کنم که بیشتر در واقع اولویت یا برجستگی خود ایماج و تصویر روش ترکیب میشه به عنوان چیزی که لایه‌ای که در واقع عمیق‌تر پشت واقعیت زندگی ماست و فیلم با اون تصاویر ایماژهای سینمای صامت شروع میکنه. در همونطور که امیر گفت علاقه خود کاراکس رو به یعنی اینا اولین تصاویری هم فکر کنم که فیلم برداری شدن یکی از اولین تصاویری هم که در دوران صامت برحال من بیشتر میخوام راجع به ساختار و فرم فیلم حرف بزنم. ساختار فیلم به سادگی بهتون بگم رومانسه و رومانس سه تا مرحله هم یعنی ژانرهای مختلف در فیلم وجود داره. ژان منظورم اینه که وقتی ما از رومانس یا تراژدی حرف میزنیم ما راجع به میتوس یا به قول ارسطو حرف میزنیم. وقتی راجع به ژان حرف میزنیم داریم راجع به اصطلاح کمدی هم البته یه نوع ژان داره ولی اون وقت بحث خیلی وسیع‌تر میشه. مثلا ما تو این فیلم ژانر جنایی داریم، ژانر خوف هارور داریم، ژانر مثلا ساینس فیکشن داریم، موزیکال داریم، ما ژانرهای مختلف داریم که یه جورایی به شکل پستیش به هم در واقع پیوسته شدن. ولی ساختار کلی فیلم رومانسه و رومانس سه تا مرحله مشخص داره. یکیش اگون یا کانفلیکت، تضاد، تناقض یا به اصطلاح تصادم هست که اولین مرحله است. مرحله دوم پیتاس یا در واقع مبارزه است و مرحله سوم هم اناگوریسیسه که یه جور کشف یا به اصطلاح یه نوع رزولوشن، یه نوع به نتیجه رسیدن میتونم بگم. و به اصطلاح توی رومانس خیلی وقتا قهرمان میره وارد یه سری مراحل میشه و بعد وارد یه مرگ آیین‌بار رو تجربه میکنه و بعد از اون مرگ آیین‌بار دوباره به اصطلاح مثل بغنوس از خاکستر خودش برمیخیزه. بهترین نمونه رومانس خود مسیح درسته؟ چون مثلا سر اون تراجکتوری به اصطلاح مسیر روایت خود مسیح یعنی رومانس، چون مسیح میاد وارد به اصطلاح اون کانفلیکت میشه، تصادم رو برخورد، بعد مبارزه میکنه و بعدم میمیره و به اصطلاح دوباره زنده میشه. من یه اشتباهی کردم اونجا. آره. بعد خود به اصطلاح باز مسیر یا سیر روایت یه نوع چیزه. مثلا پلیس هومر اونم یه نوع رومانسه. سفر برای رسیدن به خونه است، بهش میگن کوست رومانس و ما میبینیم که اینم در واقع دقیقاً این مسیر رو طی میکنه تا برسه به خونه. حالا کاری نداریم به اینکه این باز یه نمایشه یا واقعیته، چون توی فیلم به هر حال یه فیوژنی هست، یه نوع امتزاجی هست بین واقعیت و به اصطلاح فیکشن داستان. خب این واندرینگ یا به اصطلاح آواره بودن، پوست رومانس، در واقع حرکت کردن، یه خط سیر رو پیمودن تا به یه جایی رسیدن، مشخصه مثلا حرکت قوم اسرائیل هم هست که میرسن به سرزمین موعود. درسته؟ البته ما اینجا اون المان آیرونی رو داریم، المان کنایه رو داریم، چون که در نهایت به چی میرسه؟ در نهایت زن و بچهش میشن به اصطلاح شامپانزه. درسته؟ در که توی اون هایرارکی کل یا هیرارشی کلیه مثلا ایدئولوژی بورژوایی، اول که شروع میکنه این سفر رو بانکداره. درسته؟ یه آدم بورژواست و اونجا داره به اصطلاح
حتی اسلحه سفارش میده، ولی در نهایت و خانواده داره و خانواده‌اش رو ترک میکنه. درست مثل اولیس که مثلا ایتیکا رو ترک میکنه، میره تروی میجنگه، بعد بر میگرده. ولی طی این مسیر باید از مراحل و به اصطلاح بحران‌های مختلف عبور کنه. باید مثلا از بحران سیرسه، از بحران کالیپسو، از بحران نمیدونم بحران‌های مختلف عبور کنه تا بس برگرده به ایتیکا. یه نوع دیگه از رومانس هم که دقیقاً هدفمند نیست، بیشتر با آیرونی و کنایه هم داره، مثلا دونکیشوته یا پیکارسک. یه رمانی هست، یه شکل دیگه از رمان هست اسم پیکارسک که هدف مشخصی وجود نداره، فقط حرکت از یه اپیزود به یه اپیزود دیگه است. دونکیشوت جایی نمیره، تو این مراحلی که میره در نهایت واقعا یعنی نه حرکتش به سمت یه آگاهی برتره، نه چون به هر حال دیوانه است، درسته؟ نه به یه نوع به اصطلاح به یه شکل از حالا یه شکل از زندگیه، یه نوع از زندگی دیگه است. اینجا ما شاید بتونیم بگیم مثلا اگه به اون چیزی که تو رنسانس بهش میگفتن زنجیر به اصطلاح هستی بهش نگاه کنیم، میبینیم که از بالای زنجیر هستی در واقع یه نوع دیسنت، یه نوع فرود یا حتی سقوط وجود داره اینجا، چون بر میگرده یه چیزی که میتونیم بهش بگیم state of nature، یه چیزی که یه وضعیت طبیعیه، چون جاییه که دیگه تمدن وجود نداره، یه نوع انیمالیزمه اینجا در نهایت. حالا درباره پایان فیلم هم یکم بیشتر من حرف میزنم. آره، این که همون مسیحه که از اغنوس حرف زدیم و این که میره مثلا توی اون بخشی که بیشتر شبیه ژانر جناییه، میره آدم میکشه ولی خودش هم کشته میشه ولی باز زنده میمونه، یعنی انگار نه انگار چه اتفاقی افتاده. و من یه حس رستاخیز وجود داره اینجا. خب با اپیزودا شروع کنیم. اولین اپیزود این پیرزنه است که از این حرف میزنه که هیچ کس دوستش نداره. من به تمام عمرم به زمین و سنگ نگاه کردم و یه چیز دیگر ندیدم و هیچ کس هم بهش اهمیت نمیده. یه حس به اصطلاح تنهایی، عزلت، از خود بیگانگی، alienation، یه حس عمیق alienation اونجا وجود داره. تمام به اصطلاح جهان بی تفاوت نسبت به پیر زن که خب یه جورایی میشه گفت فرافکنش، پروجکشن خود تنهایی، عزلت خود کاراکتر، این شخصیت به اصطلاح چی میگه کامیلیون وار، شخصیتی که هی دائما داره رنگ عوض میکنه، شکل عوض میکنه، خود دنیس لاوان. و چون اونم توی اون به اصطلاح لیموزین دوچار یه نوع عزلت عمیقه، درسته یه راننده داره ولی یه شیشه بین این هاست که جداشون میکنه از هم دیگه، و توی اون عزلتشه که در واقع یه لحظه های تعمق بیشتر اونجا پیش میاد، اکشن بیرون از به اصطلاح ماشین اتفاق میفته. در مورد ماشین چون یه جورایی میشه گفت که یه نوع یه موتیفه که در واقع تمام اپیزودها رو به هم مرتبط میکنه، شاید مثلا نزدیکترین چیزی که ویژوال ایمیجی که من میشناسم اون قطار زنتروپا باشه کار لارس فون تریر که همه توش هستن و اصلا یه دنیاییه اونجا، خارج از اونم میرن ولی در واقع این قطاره است که به شخصیت اصلی، یه جورایی به شخصیت اصلی زنتروپا تبدیل میشه. شاید این اسم هولی موتورز و این در واقع کانتنشن، این ادعا وجود داره از جانب خود ماشینا که در واقع ما هستیم که یه رولینگ استون گادرز اکسپیرینس، مثلا یه جورایی ما هستیم که تو این مسیر در واقع هم مجربتر میشیم، هم به مرگمون نزدیکتر میشیم. و در این حال اون حتی یه به اصطلاح
رایحه شاید بگم قدسی وجود داره اونجا، به توی یه چارچوب پارادیک وقتی اینا میگن آمین، درسته؟ انگار که باز اونجا یه ریچوال دیگه داره اتفاق میفته. اپیزود دوم اپیزود بیشتر شبیه لابیرنت و اون پله هایی که هست، اون به اصطلاح راروهای شیشه‌ای که از توش رد میشه و در نهایت خود لابیرنت که یه جای خیلی تاریکه و یه جایی که هیچ به اصطلاح هیچ گوشه ای از لابیرنت تشخص نداره، همه جای لابیرنت این هم دیگه است، آدم میتونه به راحتی توش گم بشه، درسته؟ و همه تصاویر میتونن در همون لحظه اتفاق بیفتن، تو کپچر موشن وقتی این میره روی اون به اصطلاح ترد میل شروع میکنه، همه تصاویر از کنارش میگذرن. بنابراین اونجا خود فضا دچار یه نوع به اصطلاح یه نوع چجوری بگم، خود فضا بی‌ثبات میشه، یه نوع دیس اورینتیشن اتفاق، اسپیشال دیس اورینتیشن اونجا اتفاق میفته. و در این حال اینجا ما یه اراتیک اینکانتر داریم، یه برخورد اراتیک داریم، درسته؟ ولی بیشتر از این که چون اینا تبدیل میشن توی اون به اصطلاح تصاویر دیجیتالی که داره پرداخت میشه اونجا و شکل میگیره، اینا تبدیل میشن به اژدها، درسته؟ اژدها یکی از چیزهایی که یکی از المانهای لابیرنته. مثلا تیسیوس موقعی که میره تو لابیرنت میره مایناتور رو میکشه که خب یه حیولای اون وسط باید بکشتش و بیاد بیرون. و نمونه خیلی خوبیش سنت جیمز توی چیزه توی فیری کوین ادمون اسپنسر، که سنت جیمز ما توی ویسلند الیوت، سرزمین بیحاصل الیوت هم ما همین به اصطلاح حالا به یه شکل سمبولیک و متافوریک استعاری ما این فیگور یا به اصطلاح ایماج دراگون رو داریم یا اژدها رو، و اژدها باعث خشکسالی میشه. یعنی این اراتیسیزم اینا به هیچ وجه مثلا خود این دو نفر به شکل واقعی هیچ اینترکورسی ندارن، هیچ به اصطلاح هیچ چیزی اتفاق نمیفته، چون اینا به روی اون لباسای لیتکسشون هر چی که هست دارن به اصطلاح اعمال جنسی رو انجام میدن، ولی اونور توی ایماژی که اون دوتا اژدها در واقع دارن یه جورایی به اصطلاح عمل جنسی رو کامل میکنن. پس یه نوع حس سترون بودن همیشه توی لابیرنت وجود داره، همیشه یه حس توی الیوت هست، سنت جیمز هست، سنت جیمز باید این اژدها رو بکشه تا در واقع به اون شهر موعود برسه. و بله مثلا در این حال خودم ما داستان جونا فکر کنم به فارسی شاید یونس میشه، فکر میکنم در شکم نهنگ، توی خود انجیل از یه هیولای به اسم لوایاتان صحبت میشه که یه هیولای توی آب و یه هیولای خیلی عظیمه و جونا در واقع میره تو شکم نهنگ و اونجا گیر میفته، ولی وقتی بیرون میاد دوباره ما اون پترن مرگ و به اصطلاح رستاخیز رو داریم، دوباره اون پترن مسیح اونجا اتفاق میفته تو داستان یونس و اینجا هم اتفاق میفته. یعنی ما پارودیشو داره در واقع داریم توی دنیای دیجیتال وارد لابیرنت میشه و به اصطلاح که منشأ به اصطلاح خشکسالی ستربن بودن و در این حال به اصطلاح یه نظمیه که فرو ریخته. آره مثلا حالا چون ما اگه بخوایم مثلا به اون
مقوله جا به جای دیسپلیسمنت فروید فکر کنیم، اون وقت لابیرنت میتونه هر چیزی باشه. مثلا هنری جیمز یه داستانی داره به اسم حس گذشته، و اونجا گذشته در واقع تبدیل میشه به یه لابیرنت برای این که یه زن، زنی که دوستش داره، خودشو زندگیشو ایثار میکنه، قربانی میکنه که اینو از اون لابیرنت نجات بده. توی داستان تیسیوس، وقتی تیسیوس میره تو لابیرنت، آریادنه بهش یه دونه نخ میده و این میره که گم نشه، چون نمیتونه از لابیرنت بیاد بیرون. بنابراین نخو میگیره و میره تو لابیرنت، مایناتور رو میکشه و میتونه برگرده. پس اون زنی که اینجا ایثار میکنه یه جور آریادنه فیگوره. یادمون باشه، یعنی خیلی جاها این، و من حالا به این آیکونوگرافی مسیح و اینا تو فیلم خیلی اشاره میشه، حالا راجبش حرف میزنم. اون اپیزود آدمی که از زیر زمین میاد بیرون و به اصطلاح یه شکل شمایل غیر انسانی داره، در وهله اول این میتونه هیدس باشه یا هادس، خدای به اصطلاح جهان زیرین، که توی اساطیر یونانی میاد پرسیفون رو میدزده و میبره زیر زمین، بعد زئوس مداخله میکنه و بعد به اصطلاح توافق میکنن که 6 ماه پرسیفون بیاد روی زمین، 6 ماه به اصطلاح زیر زمین بمونه. و به همین دلیل ما به اصطلاح اون چرخه بهار و زمستان رو داریم توی حالا به اصطلاح آیین‌های بهش میگن پیگن، که به مذهب معتقد نیستن، که مذهب. و از در این حال چند تا اشاره هم هست به اصطلاح موقعی که این ایوا مندز رو میدزده میبره پایین، اشاره هست به تابلوهای جیوتو، بوتیچلی و کاراکی، که اتفاقا اونجا هم توی تابلوی کاراکی مسیح که از صلیب میارنش پایین روی به اصطلاح زانوی مریم خوابیده. بنابراین اونجا ما از پارودی داریم، پارودی مرگ مسیح رو داریم. و در این حال ما این به اصطلاح امتزاج و باز فیوژن اروس و به اصطلاح مدانا رو داریم، هم اون ابژه جنسیه، آره، همین که در این حال یه حالت تقدیسوار به خودش میگیره. منظورم ایوا مندز. اپیزودی که توش میرن آکاردیون میزنن و به اصطلاح تنها جاییه توی فیلم که شاید باشه جای دیگه، ولی تنها جاییه که ما در واقع اون حس تنهایی رو دیگه نمیگیریم، بیشتر یه حسی از یه گروه داریم که توی حالا توی به اصطلاح یه جوری به شکل افقی در کنار همدیگه قرار می‌گیریم. سلسله مراتب هیرارشی نداریم، هیچ کس توی به اصطلاح هیچ کس برتر از دیگری نیست. و این فیلم رو می‌بره به ژانر کمدی، چون کمدی درباره جامعه است، کمدی درباره اینتیگریشن، پیوستن فرد به جامعه است. مثلا توی تراژدی ما یه چیزی داریم به اسم کوروس. اگه شما نمایشنامه‌های سوفوکل یا آشیل یا دیگر رو ببینید، کوروس همیشه نرمای اجتماع رو بازتاب میده، بازنمایی میکنه، و کوروس همیشه در تضاد با قهرمان تراژیک قرار میگیره. قهرمان تراژیک همیشه منفرد و ایزوله است. بنابراین اینجا ما وارد فضای کمیک میشیم. این بخشی از این گفتم ژانراییه که کاراکس در واقع کنار هم میذاره به شکل پستیش. حتی صحنه نهایی هم یه جور کمدی محسوب میشه، حالا اونو بعد ما تو بزنیم. این یه بحث
به اصطلاح کشتن دبل، نمیدونم به فارسی دبل یه جورایی همزاد، یه جورایی آدم بره خودشو بکشه در واقع. دو جا این اتفاق میفته توی فیلم. یه جا موقع است که میره توی اون کارخونه و به اصطلاح اون آدمی که خودشه میکشه، و بعد یه جای دیگه هم اونجایی که از ماشین پیاده میشه و میره به سمت خودش و خودشو که حالا بانک داره میکشه. و دو جا تو فیلم کاراکس خودشو میکشه. و فروید اسم این، شاید بتونیم مثلا از مقوله آنکنی بتونیم، میتونیم مثلا چیزی که غریبه، عنصر غریب، آنکنی یه چیزیه که ما رو میترسونه ولی در این حال ما رو به چیزی که باش آشنا هستیم برمیگردونه. یعنی هم درش یه حس قرابت به معنی دوری وجود داره، هم یه حس قرابت به معنی نزدیکی وجود داره. و واقعین و قاف و در این حال یه نوع نارسیسیزم هم به اصطلاح همراه این عنصر آنکنی هست، چون که یه جورایی تو آینه به خودش نگاه میکنه و یه جورایی حتی، یا اگه بخوایم از یه زاویه دیگه به بحث این رو به اصطلاح بحثش رو باز کنیم، میتونیم بگیم که قربانی رو به شکل خودش در میاره. برای یه نوع نارسیسیزم اینجا به اصطلاح در حال تکوینه. من چقدر وقت دارم بباشید؟ 5 دقیقه دیگه آمین بیشه، یه خودم اضافه کرده. آره، حالا این باز یه مقدار توضیح خود آنکنیه. توی آلمانی، من آلمانی نمیدونم ولی شاید درست نتونم تلفظ کنم، اگه شما بهتر بلدید، آن هایملیک که دوتا معنی داره، یکی به معنای ناآشنا، نااهلی، نااهل و عجیب غریبه، دیگری به معنای آشکار شده. بنابراین هر دو معنی رو باز اینجا ما تو آنکنی داریم، چیزی که غریبه و چیزی که در واقع آشکار میشه به شکل خودت. این مفهوم آنکنی فروید. در این حال ترسناکه، در این حال تمام چیزهای گروتسک آنکنی، یعنی حالت آنکنی داره. و یه چیز جالب درباره این دو نفر که کشته میشن، نمیدونم، شاید ما بتونیم مثلا کل این سیر روایی رو یه جور به یه نوع تلاش برای یافتن اتوریته شاید بتونیم تعریف کنیم. چون دو نفری که کشته میشن در واقع خود دنیس لاوان نقششون رو بازی میکنه، هر دو یه جورایی به اصطلاح شخصیت هایی هستن که با یه نوع اتوریته تداعی میشه. مثلا بانک داره، خب اتوریته مالی داره، و اون آدمی که توی کارخونه هست اتوریته جنسی به نظر میرسه داشته باشه، چون وقتی میره اونجا داره با یه زنی حالت معاشقه داره. بنابراین شاید این یه نوع تلاش برای به اصطلاح بازیابی اتوریته باشه. و یه چیز خیلی جالب اینه تو صحنه مرگ، اون صحنه‌ای که به شکل یه پیرمرد خوابیده روی تخت، بنیامین یه جمله خیلی جالب داره، میگه تو لحظه مرگ در واقع ما بیشترین اتوریته رو در طی زندگیمون پیدا می‌کنیم. شاید همه اینا یه تلاشی برای بازیابی اتوریته باشه. حالا یعنی هست بخشی از آنکنی باز اون یه ترمی هست نوتروفرای ازش استفاده می‌کنه به اسم اسپگموس، تکه تکه شدن، بتقته شدن، شکنجه شدن، همه اینا تو آنکنی اتفاق می‌افته و ما دیدیم به چه شکل فجیع اون به اصطلاح قتل انجام می‌ده. اپیزود پدر و دختر توی ماشین، دختر در واقع یه شخصیتیه که یه نوع پیتاس، یه نوع
یه نوع عجز، حس عجز رو بازنمایی میکنه. از گروه جدا شده، درسته؟ رفته توی دستشوی قایم شده توی توالت، از گروه جدا شده و داره به همین دلیل داره تنبیه میشه. ولی خب باز این یه نوع فرافکنش شخصیت اصلیه که خب اونم جدا شده از همه چیز توی اون عقب ماشین، درسته؟ بنابراین ما باز یه نوع، شاید میتونم بگم که یه موتیفی داریم که تکرار میشه، یه نوع اکستنشن همون موتیف قبلی عزلت که با اون پیرزنه شروع میشه. آره اینو که گفتم. در این حال این اپیزود مرگ اون پیرمرد یه نوع پارودی رمانای قرن 19 هم، رمانای رمانتیک شاتوبریان، ویکتور هوگو، حتی پرنانیش مثلا، یا یه نوع سینما بود که تروفو بهش حمله کرد به عنوان سینمای کیفیت، سینما آف کوالیتی. در مورد اون صحنه مرگ چند تا چیز میشه بود. صحنه مرگ اون زنی که بعد از مدت ها باش روبرو میشه، یکی این که ما اینو بیاییم به اصطلاح با، چون اشاره به انجیل اونجا هست، سمریتن، درسته؟ ما گود سمریتن رو توی انجیل داریم که میره و یه نفر رو که کنار جاده افتاده برمیده نجات میده، درسته؟ این به اصطلاح ساختار روایی که تو میری و یه نفر رو که به کمک نیاز داره نجاتش میدی. اینجا البته اتفاق نمیافته، باز ما یه نوع چرخش آیرونیک داریم و چون نه تنها هیچ کمکی نمیکنه بعد تو باعث مرگ هم میشه، نه اینکه باعث مرگ بشه، چون به هر حال تصمیمش، یعنی قرار این نقش رو بازی بکنه اون زن، ولی در این حال ما اینجا اون آرکیتایپ شیطان رو داریم، شیطانی که اغوا میکنه. مثلا یولیس اولیس وقتی داره به سمت خونه میره، از جزایر مختلف داره رد میشه، هم سیرسه هم کالیپسو دیگران اغواش میکنه، میمونه مثلا چند سال خونه رفتنش عقب میفته و خب این داره به سمت خونه میره. ما کوست رومنس داریم و این یه نوع توقفه، توقفی که این نباید بکنه. بنابراین اون اقواگری و ما این ماجرای چیز رو داریم تو انجیل که مسیح و شیطان در واقع مسیح رو میبره بالای یه برج و چون مسیح مقاومت میکنه شیطان از اون بالا پرت میشه پایین، ولی مسیح نمیشه. بنابراین این بس کایلی مینوش که این نقش رو بازی میکنه، اون میتونه یه جورایی یه نمادی از به اصطلاح اقواگری باشه که در نهایت، و در این حال خیلی اشاره های سینمایی بود به جولی اندروز و ساند آف میوزیک و این چیزا، مثلا اون زومی که از پایین میکنه مثلا روی کایلی مینوش خیلی شبیه زومایی که روی چهره جولی اندروز اتفاق میفته در ساند آف میوزیک، روی در بالای معبد شیطان میفته پایین. آخرین اپیزودم که خب یه چیز دیگه به اصطلاح یه نقطه تقابل یا تضاد با لابیرنت، یعنی حس خانه و گفتم یه جورایی بازگشت به ژانر کمیکه، پیوستن به خانواده، پیوستن به اصطلاح به اینجا بنام integrating the family و به اصطلاح اون اراتیک and چی میگن اراتیک و ببخشید سائقه های اراتیک و اجتماعی که در نماد خانواده تبلور پیدا میکنن اینجا در واقع یکی میشن، تلفیق میشن با هم دیگه. بنابراین این رومانس رو کامل میکنه، برگشته به خونه و حالا یه خانواده داره، هرچند ما به اصطلاح باز گفتم با یه نوع به اصطلاح یه نماد آیرونیک مواجه هستیم، چون در واقع این یه نوع
سقوط محسوب میشه از انسانیت به حیوانیت، ولی به هر حال این اتفاق افتاده. و یه چیز خیلی جالب اینه، اگه یادتون باشه من به آینه جعفر پناهی رو کیزده، ولی آخر سرتون بچه میره توی خونه، دوربین تا یه جایی دنبالش کرده و در تا آخر فیلم دنبالش میکنه، آخر فیلم میگه من نمیخوام منو دنبال کنید، در رو میبنده و دوربین دیگه نمیتونه وارد خونه بشه. درسته؟ ما واسه اولین بار وارد خونه نمیتونیم بشیم، انگار که اونجا مثلا خط قرمز، اونجا یه چیزیه که به اصطلاح دیگه ما رو راه نمیدن. یه جورای ایماش این بحث توی فیلم وجود داره، وقتی میشل پیکولی نشسته توی ماشین و داره به این بحث رو میکنه که به اصطلاح چه کسی به ایماج، به تصویر اتوریته میده، آیا بیننده است و اگه بیننده نباشه چه اتفاقی میفته. اونجا به نظر میرسه فیلم داره به ما جواب میده که بیننده اصلا مهم نیست، چون من راش نمیدم اینجا دیگه. اونجا بیننده رو بلاک میکنه، تو فضای شخصی در واقع خانواده اجازه نمیده وارد بشه. اینا زیاد مهم نیست. آره به هر حال فکر میکنم که بحث من همینجا تموم میشه و خیلی ممنون از اینکه